درود بر شما مردم شریف ایران و هموطنانم در هر کجای این کره خاکی که بیننده کانال کیوسک هستید. عصر شما بخیر و به این بسته خبری خوش آمدید. در دقایق پیش رو با پوشش مهمترین رویدادهای انقلابی ایران با شما هستیم. سونامی وحشت نظام شکل گرفته. تبریز، تهران و ارومیه به حمایت از ایذ بلند شدند و مکارم شیرازی علیه خامنه ای بیانیه داد. از شما دعوت میکنم بیننده مشروح این عناوین خبری باشید. این یک هشدار وضعیت قرمز است. ظلم بیداد میکند و ظالم کماکان بر طبل جنایت میکوبد. هموطن، امروز اگر برنخیزی سیاهی به خانه تو نیز خواهد آمد. این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب فرا رسیده. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. سونامی وحشت نظام شکل گرفته. تهران و ارومیه به حمایت از ایذ بلند شدند و مکارم شیرازی علیه خامنه ای بیانیه داد. در حالی که روز گذشته در کانال کیوسک به عنوان تنها رسانه خبری مستقل و انقلابی و مردمی در یوتیوب به پوشش وضعیت انقلابی و قیام دلاور مردان ایذ پرداختیم و از دور گرفتن موج جدید مبارزات و ادامه داشتن انقلاب زیر پوسته به ظاهر آرام شهرها خبر دادیم و از هموطنان عزیز خواستیم ایذ را تنها نگذارند، تصاویر و گزارشاتی دریافت کردیم که نشان می‌داد هموطنانمان در تبریز، تهران و ارومیه آماده حمایت از ایذ هستند. دیروز یک شنبه برابر با پنجم شهریور ماه ویدیوها و تصاویر متعددی از جو شدید امنیتی در تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان منتشر شد که نشان می‌داد که تا چه اندازه ترس در استخوان پوسیده نظام افتاده. به گزارش مردم دیروز شهر تبریز تبدیل به پادگان شده بود و رژیم تمامی نیروهایش را به خیابان ریخته بود و بر طبق تصاویر رسیده همه نوع نیروی نظامی و امنیتی در خیابان‌ها دیده می‌شده و آنقدر انتظارات رژیم از حضور مردم زیاد بوده که سپاه عاشورای تبریز را هم به خیابان‌ها آوردند. کاربران از قطع اینترنت در محل‌های اعلام شده برای تجمع خبر دادند. در پی فراخوان‌های اعلامی برای اعتراض به خشکاندن دریاچه ارومیه قرار بود یک شنبه پنجم شهریور در شهرهای آذربایجان تجمعاتی در دفاع از دریاچه ارومیه شکل بگیرد. اما از ساعت ابتدایی بامداد دیروز تعدادی از فعالین آذربایجانی در شهرهای گوناگون بازداشت شدند و ساعت آغازین روز در بسیاری از شهرها نیروهای سرکوب در میادین و معابر مستقر شدند. از تبریز گزارش می‌رسد که مزدوران حکومتی اقدام به تفتیش بدنی جوانانی که در خیابان‌های مرکزی شهر بودند کردند.
در اردبیل نیز مردم بسیاری در نقاط اعلام شده برای تجمع حضور دارند. رژیم از ترس قیام مردمی مزدورانش را در خیابان‌ها چیده است. گفته می‌شود نیروهای سرکوبگر در اون اتوبوس‌های شرکت واحد هستند و در کنار بانک سپاه استتار کردند. در ارومیه ستاد فرماندهی تیپ 64 پیاده ارومیه از وحشت ادوات نظامیش را در شانه خیابان به نمایش و حالت آماده باش گذاشته بود. همچنین ویدیوهایی از وحشت مزدوران خامنه‌ای و مسدود کردن عوارضی ارومیه برای ممانعت از ورود معترضین از شهرهای دیگر و پیوستن به مردم معترض در ارومیه منتشر شده است. تصاویر منتشر شده از تبریز نشان می‌دهد محلی که برای تجمع در این شهر اعلام شده بود ماشین‌آلات و ماموران سرکوب حضور دارند. همچنین گزارش‌ها حاکی از این است که در اردبیل و ارومیه نیز نیروهای امنیتی و نظامی در میادین و معابر مستقر شده‌اند تا از تجمع مردم جلوگیری کنند. با این حال در تصاویر ارسالی دیده می‌شود مردم معترض بسیاری در چهارراه شریعتی حضور دارند ولی جو امنیتی بسیار سنگین است. طبق فراخوان قبلی تجمعات اعتراضی سراسری قرار بود رأس ساعت 17 دیروز یک شنبه 5 شهریور ماه در سراسر کشور به صورت هماهنگ برگزار شود. این تجمعات اعتراضی بنا بود در تبریز، بازاراغزی، ارومیه، تقاطع امام بطائی، زنجان، سبز میدان، اردبیل، چهارراه شریعتی، تهران، میدان امام حسین، کرج، سراح گوهردشت و مراکز دیگر استانهای کشور برگزار شود. گزارشات رسیده از تهران هم حاکی از برقراری هسته اولیه اعتراضات در میدان امام حسین بود. یک منبع آگاه خبر داد ماموران یگانه ویژه برای بازداشت افشین نظیری از فعالان خاک سفید تهران به محل تجمعات حمله برده‌اند و همچنین فعالان ترک تهران در میدان امام حسین با انبوهی از نیروهای یگانه ویژه مواجه هستند. یگانه ویژه اجازه باز کردن بنر و سر دادن شعار به معترضان را ندادند. همچنین ویدیوهایی از گوهردشت کرج در 5 شهریور 1402 منتشر شده که خبر از استقرار انواع نیروهای سرکوبگر در تمام میادین، خیابانها و حتی پیادروهای گوهردشت و پادگانی کردن محیط در وحشت از خروش اعتراضی مردم برای خشک شدن دریاچه ارومیه می‌دهد. در همین رابطه مکارم شیرازی از مراجع شناخته شده شیعه در مراسمی در حوزه علمیه قم با اعلام بیانیه‌ای از خامنه‌ای خواست دست از سرکوب مردم بکشد و جنایات سال گذشته را تکرار نکند. مکارم شیرازی مرجع شناخته شده در دیدار با جمعی از فضلای حوزه علمیه در توضیح ساختار حکومت یزید سرکوب مخالفین، فساد فراگیر، جلوگیری از خیزش با ترفند فقیرسازی را از نشانه‌های ساختاری حکومت‌های یزیدی دانست و مستقیماً در مخالفت با شیوه سرکوب علی خامنه‌ای گفت ممانعت برای بیان اعتراضات و بستن همه راه‌های انتقاد منجر به تکرار حوادث سال گذشته خواهد شد که در شأن یک نظام اسلامی نیست. من موافق سرکوب مردم نیستم. سخن مردم باید شنیده شود. این بیانیه بی‌سابقه از مرجعی که پیش از این با برخورد حکومت با پدیده حجاب اختیاری موافق بود نشان دهنده آن است که بوی الرحمن نظام بلند شده و رژیم بیش از پیش در سراشیبی سقوط قرار گرفته. اکنون جمهوری اسلامی در نگاه مردم سوخته و به پایان خط رسیده است.
حکومت اسلامی زیر ضربات مدام جنبش مردمی و تداوم جنبش‌های مطالباتی و آزادی‌خواهانه و تأکید مردم بر حفظ دستاوردهای جنبش انقلابی زن زندگی آزادی سرگیجه گرفته، مستأصل شده و به جنون کشیده شده است. در پس ظاهر قدرت یک پارچه، بحران سیاسی جامعه به لایه‌های اصلی قدرت نفوذ کرده است و پایه‌های حاکمیت را لرزانده است. وضعیت به گونه است که اصلاح طلبان به تدریج لحن تندتر انتقادی به خود گرفته، راه خود را از حاکمیت جدا کرده و به سوی تحریم انتخابات پیش می‌روند. در میان هسته سفت حاکمیت، جنگ قدرت در تمام عرصه‌ها به شدت جریان دارد. گرایشات درونی قدرت، نگران از آینده رژیم اسلامی، هر کدام طرح‌های ویژه‌ای برای برون رفت از این وضعیت و جلوگیری از فروپاشی و در هم شکستن رژیم را دنبال می‌کنند. به دیگر سخن، شکاف‌های فزاینده بحران عبور از حاکمیت یک دست کنونی در بالا ریشه می‌دواند. بحران سیاسی درون حاکمیت با تشدید بحران اقتصادی و عقب نشینی‌های روشن در سیاست خارجی، حاکمیت یک دست را به تنگنا انداخته است. گرانی نان، صف‌های طولانی برای بنزین و شایعه گرانی بنزین، کسری شدید بودجه، سیاست پول در برابر قضا که از سوی آمریکا تحمیل شده، عدم ورود دلارهای نفتی به اقتصاد کشور، چاپ روزانه چندین هزار همت اسکناس در کنار بحران‌های شدت یابنده زیست محیطی، حکمرانی حاکمیت یک دست را به چالش کشیده است. تورم لجام گسیخته و عدم توانایی حاکمیت برای رفع نیازهای اولیه و ضروری مردم، بحران نان و گرانی آن، بحران کمبود بنزین و بحث گرانی آن و تأثیر این گرانی بر بخش‌های گوناگون اقتصادی، دو مسئله است که می‌تواند زمینه انفجارهای اجتماعی را فراهم آورد. حاکمان به شدت از این مسئله نگرانند. به نظر می‌رسد به دنبال راه‌هایی هستند که هم بنزین را گران کنند و هم مانع انفجارهای اجتماعی شوند. در کنار این دو بحران، مسئله محیط زیست نیز به تدریج دارد به یک مسئله اجتماعی حساسیت برانگیز در مقیاس توده‌ای تبدیل می‌شود. بر متن چنین وضعیتی، حاکمیت یک دست تحت رهبری علی خامنه‌ای که جایی برای عقب نشینی ندارد، راه چاره را سرکوب لجام گسیخته و تشدید آن می‌داند. تمام تلاش حاکمیت بر این استوار شده که اجازه پیشروی به مردم ندهد. به نظر می‌رسد جز سرکوب هیچ راهی برای آرام کردن مردم در اختیار ندارد، نه در عرصه اقتصادی و نه در عرصه اجتماعی. حالا حاکمیت شمشیر اوریان را از رو بسته است، اما حتی این حد از سرکوب بی‌رحمانه نتوانسته ترس را در میان مردم و فعالان سیاسی و مدنی بگستراند و در عزم آنها در پیش برد یک انقلاب شکوهمند خدشه ایجاد کند. به پایان اولین بخش خبری از کانال کیوسک رسیدیم و از اینکه تا پایان بیننده ما بودید سپاسگزاریم. از شما عزیزان خواهش میکنم با لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در مورد این خبرها یا نظرتون درباره نحوه خبررسانی در کانال ما، این ارتباط رو از یک ارتباط یک طرفه به یک ارتباط دو سویه تبدیل کنید و کانال کیوسک رو رسانه‌ای بدونید که صدای شما هموطنان عزیز در اون شنیده و پخش میشه. از توجهتون سپاسگزارم و تا بخش‌های بعدی خبر، خدا نگهدار.